به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما خوبان بیننده های نهایت گرامی برنامه چهار بازار تلویزیون اصلاح. امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشید. هستیم با شما خوبان در یک دیگر از سلسله برنامه های چهار بازار. آمدیم در یکی دیگر از دوکان هایی که بیشترین وسایلی که در اینجا فروش میشه ساخت وطن است و تولید وطن هست. دیکای بخاری که در اینجا هست با کیفیت بالا و ساخت هرات و ساخت افغانستان در کل، و همچنین تنورهای گازی در اینجا مشاهده میشه که اینها هم تولید وطن هستند، و یک قسمت دیگری که در قسمت کپسول های گازی که در اینجا هست اونها ساخت وطن هست و موارد دیگه هست. انشاءالله صحبت میکنیم. ما را تنها نگذارید، همراهی بکنید. دوست عزیز هستن، سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ انشاءالله بخیر هستین، سلامت باشین، زنده باشین. میخواییم که در ابتدای سلام علیکی داشته باشین و خود معرفی هم دوستای عزیز بکنه. قربان محبت شما، محمد سعید حیدری تخلص میکنم. شما سلامت کردین، سلامت باشین، امرو باشه در خدمت، سلامت باشین. آقای حیدری عزیز، خدا قوت و خسته نباشید میگیم خدمت شما. آقای حیدری، چیزی که من مشاهده کردم در اینجا، فکر کنم بیشتر اجناسی که شما میفروشین اینها ساخت وطن میباشه. نظر شما چیه؟ او چیزی که من تحلیل کردم درست بود یا نه؟ شما لطف کردین، خیلی بسیار برنامه جذاب و دیدنیه که شما زحمت میکشین، من این موضوعات برای تصویر میکشین برای هموطنان ما. دقیقا چیزی که شما در تصویر میبینیم و هموطنان ما میبینیم همه ساخته هرات دیگه، دستاورد بسیار خوبیه. دقیقا بله. اما یک موضوعی هست که جوانانی که در اینجا در هرات مصروفیت دارن، با هر شغلی که ما سر و کار داشتیم و صحبت کردیم، همه فقط آرزوشانی بوده که افغانستان خودکفا داشته باشیم و همه این بوده که ما از خود چیزی رو داشته باشیم. همونطور که آقای حیدری هم گفتن، جای افتخار هست که ما امروز بیشتر تولیدات از وطن خود به مشتریان و مردم خود ارائه میکنیم. آقای حیدری عزیز، از این بگین که دیک های بخاری که در اینجا هست اینها ساخت افغانستان و در هرات هم ساخته میشه یا نه؟ دقیقا چند شرکت در اینجا هراته، اما سابق به جلال آباد ساخته میشد، ولی خوشبختانه کال هرات هم تقریبا 4 یا 5 شرکت که دیگر می سازه به سایزهای مختلف، ولی دیگر هم کتگوری داره. شرکت ها، یک شرکت هست که کیفیتی بالاتره چون مواد اصلی استفاده می کنه، در زیم مواد اولیه را خود متعیم می کنم برای شرکت ها. شرکت ها کتگوری داره، یکی هست که کیفیت پایین تر می زنه، یکی بالاتر می زنه، ولی به فروش باز بر ما اینقدر تفاوت نداره چون همه مال افغانستان و هرات. بسیار عالی، بسیار عالی. گفتین که مواد خام هم شما آماده میکنین، مواد خام چگونه آماده میشه و این طریقی که اینجا شما دسترس نو قرار میدین؟ از ایران تهیه میکنیم. خب، مواد خام تهیه میکنیم، به شرک سنتی انتقال میدین، بعد شرکت ها از ما میگیرن و استفاده میکنیم. از مخالف تا یا مواد از اینا رو تهیه میکنیم. بسیار عالی، کار خوبی هست. و آیا شرکت هایی که در اینجا گفتین جوابگوی نیازمندی مردم ما هست؟ مثلا اون چیزی که مردم خواسته باشن، بعضی وقتا کمبود نمیشه یا نه؟ اون چیزی که مردم خواسته ان شاء الله دسترس قرار میگیره. هست، قرار میگیره، ولی با اونم چون ازدهام مردم زیاده، شرکت ها اونقدر رسیدگی نمیتونه اومد. با اونم که شما ببینیم که میگن یک دک چقدر وقت مثلا وقت میگیره و که میخری تا با استفاده شه تخریب هم نمیشه. با آنم رسیدگی کرده نمیتونم. با آنم شرکت وقت ما مراجعه میکنیم میگن 2 روز 5 روز در بعد بیاین که باز همین تایی مرال تایی میکنیم که باز پر از 15 روز یا 10 روز ما همو میاره که ما برای نام میدیم، پس دوباره با ما میگرم. بسیار عالی که انشالله بیشتر کار بشه و ما بتانیم همون جوابگویی مردم خود داشتشون که این اقدام حتما صورت میگیره. در گذشته ها چگونه بود؟ مثلا در قسمت همین دی که بخار از کشورها می آمد زمانی که این شرکت ها نبود یا خیلی؟ دقیقا از ایران می آمد. از ایران می آمد. چقدر این سهولت ها شده برای اقتصاد کشور میتونه که گام مثبت باشه؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. اول از اینکه شما توجه کنید که همین شرکت که می خواهید تولید کنه چقدر نفر زیر دست نزی کار می کنه؟ بله، دقیقا 5 شرکت حدودا، همیتی که خودم از نزدیک دیدم شرکت ها، هر شرکتی مبالغه نشه شاید بیش از 200 نفر کارگر داشته باشه. بسیار عالی، کار بسیار خوبی هست. دقیقا، بله. از انواع دیک ها صحبت میکنیم و سایزبندی که داره، اما یک موضوع میخوام چه یادآور باشم که بر علاوه که در هرات تولید میشه، در دیگر ولایت هم این دیک بخار صادر میشه و ارسال میشه یا خیر؟ بله، کابل هم تولید میشه، جلال آباد هم تولید میشه،
قندهار هم تولید میشه. اما خوشبختانه که از همه ولایت ها به ولایت ها پس دوباره دیگه انتقال پیدا میکنه. بسیار کار خوبی هست. ثبات سایز های هم سایز های مختلفه. از همین 2 لیتر تا 5 لیتر ساخته میشه که شما میتونید بازی تصویر بگیرید. 2 لیتر پایین ترین همینه. خب دیگه بعد یک جلیتر هم همونه که میشه که باز به تصویر بکشیم. بسیار عالی. یک دیک بخار بسیار خوب مقبول زیبا و به نام این یک نوشته داره انصار. انصار هست. در هرات ساخته میشه؟ بله دقیقا شرکت خوب. انصاریه. آها شهر هرات شهر انصار هست و دیک بخاری هم که درست شده اینجا واقعا دیک بخار بسیار خوب است. از 2 لیتر گفتین تا 5 لیتر استفاده های این دیک بخار ها حالا بس 5 لیتر فکر کنم در رستوران ها هتل ها شاید استفاده بشه. از نوع خطر دیک ها بگین که چقدر باید همون نکات برای تمیز نگه داشتن دیک ها استفاده بشه تا اینکه خطر تهدید نکنه ما را. ببینید شما البته خوشبختانه بگم که مردم ما نسبت به سابق آگاهی بیشتر پیدا کردن در ارتباط پخته کردن و استفاده نوع استفاده از دیک. خطر دیک وقت می باشه که امی مشکل از این که استفاده نمی کنن ایواز از این سابق مثلا یک سیخ می زنن. بسیار خطرناکه. بسیار خطرناکه. خب خب شدیم دیگه فضل از خداوند برای همیشه هر بار که دیک پخته میشه و این قسمت یه باید چرب بشه که دستی و محکم سر دیک بشینه دیگه هیچ مشکل نداره. خب تیمرایلی هم که اول داره همون تیمرایلی هم بکنیم دیگه پخته تر میشه. بسیار عالی. خب چه خوبه بیننده عزیز همین صحبت های بسیار خوبی کردن آقای هدیه عزیز. در قدم اول وقتی دیک بخار از شما خریداری میشه چه مرحله رو باید انجام بدین که ما استفاده درست از این داشته باشیم؟ شما لطف کردین ابتدا باید دیگه که از ما میگیرن دیگه یک مقدار شیر به داخل جوش بدن بعد کور جوش میدن دوباره پس به ماهی زرفشویی خود سیم شوشته بشه و بالت اول پس به داخل دیگ. خوب خوب وقت شیر جوش داده میشه یکمک سیاه میشه داخل دیگ بعد این سیاهی بعد مکمل پاک بشه دوباره پاک بشه و پس هم بالت اول خود بر بگردونه و دوباره میشه که همون این هم نحوه درستی که آقای حیدری گفتن در قسمت از این که شما مستقیم نمیتونیم از دیک بخار استفاده بکنیم برای که گوشت یا کدام مواد غیر پخته پز بکنیم آماده بکنیم اول باید مراحلی که مهم هست برای یک دیک استفاده بشه. اگر همچین مراحل نباشه و استفاده نشه به نظر شما باز میتونه که چه کارهایی و چه مشکلات ایجاد بشه؟ دقیقاً هم مشکل ببخشید دقیقاً هم مشکل شما بیشتر عرض کردین گفتین من یک دیک دارم که سیاه میکنه اونم تیمرایل میشه سیاه میکنه دیک ناباکاره دیگه هر بار شما غذا پخته کنین سیاه میکنه غذا رو سیاه میکنه پس حتما این موضوع در قسمت استفاده از اینکه بحث همون بحث بهداشتی گفتین که این قسمت باید چرب بشه نه بس بهداشت نی برای خطرات که داشته باشه این قسمت بار بار باید چرب بشه هر بار که غذا استفاده میکنم باید چرب بشه که دیک سر دیک بشینه بیشتر خطر از این قسمت داره وقت دیک نمیشینه این محکم نمیشه از این جواب بیرو میشه عوام زیاده اما یک بحث بهداشتی که من اشاره کردم واقعی داری به خاطر که بعضی وقتا شاید در قسمت شستشوی اینا اگر استفاده دقت نشه اینها به نوعی کمی چی بگیره مشکل ایجاد نمیکنه بند بشه سیرات نمیگذاره بند بشه چره مگر مواظب باشه ولی آنقدر که بعد به حساب بهداشت مشکل داشته باشه نداره چون هوا بالا میایه به داخل دیگه دوباره نمیره و قسمتی که یک قسمت به نام مشلی دیگه فکر کنم میگن اینجا هست و یک قسمت هم یک تسمه اینجا تسمه جیری هست در قسمت از او چقدر باید توجه بشه که او سالم باشه بار بار باید شوشته بشه هر بار که دیگه پخته میشه باید بیرون شه شوشته بشه داخل یکی و مواد که داخل ازی هسته خدای نخواسته گرد نشه مشکل ایجاد میکنه بله این باید بار بار شوشته شه قسمت هم مقاومت از بیشتر میشه و هم از لحاظ تمیزی تمیزتر میشه حتما در قسمت شستشوی دیک هم توجه بشه که قبلا هم یادآور شدیم هم در قسمت مواد دیگه که آقای حیدری گفتن دقت بشه اما در نوآوری دیک های بخار در گذشته هم بود اما امروز میبینیم که وقتی داخل وطن ساخته میشه یک نوآوری به کار رفته مثلا به نوعی بر علاوه کیفیت رنگ های هم در اینجا وجود داره آقای عاطف اگر این قسمت هم تصویر بگیریم و همچنین توضیحات آقای حیدری داشته باشیم این دیگه ها هم ساخت هرات هست یا نه دقیقا ابتدا وقت دیگه به هرات ساختن همه شرکت ها به همین شکل ساختن خب شکل ثابت بله خوشبختانه که شکل های مختلفه نوای مختلفه مثلا ساختن از جمله یکی میتونه باشه که به نام شلقمی در هرات فروخته میشه خب یک مدل دیگه که متاسفانه فعلا نداره وجود و او رنگ هم هست اینا که هست باز یک نوآوری دیگه است که یک فیوز اتومات مثل
یک های ایندیک هست. خب از این استفاده کردن که خدای ناخواسته یک وقتی اگر مواد مثلا که جوش میدن یا پخته میکنن هوایی که اضافه تر باشه، این میتونه یک کاربرد داشته باشه که هوای اضافه بیرون میدن، یعنی خطر از اینا کده کمتر هست و این دیگه هم میتونه استانداردتر باشه. بسیار عالی. این نوعی که کردن داره هی داره زیادتر میشه دیگه. در قسمت کارهایی که نوتر و بروزتر ارائه بکنن ان شاء الله همونطور که آقای دری گفتن کار میشه و این دیگه هم که در اینجا گفتن به شکل فیوز که در اینجا به کار رفته و این هم میتونه ایمنتر باشه. پس از وقت اگر یک مبلغ کوتاه یا بیشتر که از اون مبلغ بعضی دیگه های هست بیشتر میپردازیم، ما در قسمت ایمن بودن دیگ ها میتونه نقش مهمی داشته باشه که این موضوع حتما مد نظر بگیریم. دیگ های مختلفی هست و با سایز بندی بسیار زیاد تا 50 لیتر هم گفتم هست که هر سایزی که خواسته باشیم ان شاء الله در هرات پیدا میشه. خب آقای ایدری، از اصلی بودن اگر بیننده های عزیز ما وقتی یک دیگ رو میخوان بخرن چه مواردی در دیگ باید مد نظر بگیرن که مو اصلی باید باشه؟ ببینیم شما بیشتر هم عرض کردم همه ساخت هراته، هیچ میار نداره که اصلیه ای بدله، چون همه ساخت افغانستان. خب ولی نام شرکت ها مختلفه. یکی از نام شرکتی جا افتاده در هرات میان میگن همون نامر میخواد، ولی دیگه هیچ تفاوت نه، مگر همین تفاوته که بیشتر عرض کردم خدمت شما، اونم فیوز اوتومات هم از لحاظ قیمت بالاتره هم از لحاظ کیفیت. بسیار عالی. دیگه همه شرکت ها یک سوال. بسیار عالی. پس از نظر تفاوت قیمت اگه خواسته باشیم بگیم تفاوت قیمتی که این دیک با این مورد ایمنی که ساخته شده با این دیک هست چقدر تفاوت قیمت داره؟ حالا ما 15 لیتر از اون دیگه که فیوز اوتومات داره میدیم با 1100، 15 لیتر هزی دیگه های صادق هسته اینو میدیم بیا گسا، یعنی 500 تفاوت قیمت داره و ببخشید به خاطر که وزنی هم زیاده. وزن هم زیاده وقتی کیفیت بالا بره در ساخت هم شه است. خیلی خوب است ان شاء الله که حتما دقت بکنیم از دیگه های بخار استفاده میکنیم، موارد ایمنی که آقای ایدری اشاره کردن حتما مد نظر بگیریم. اما در اینجا تنورهای گازی هم هست که در بیشتر منازل استفاده میشه و برای تهیه نان هست سوت گاز، تنورهایی که در اینجا ساخته شده. در گذشته ها تنورهای گازی هم از کشور ایران می اومد در اینجا، اما آقای ایدری فعلا این تنورها هم فکر کنم ساخت وطن هست. دقیقاً این تنور ساخت وطنه، این اجاق ساخت وطنه، اون اجاق ساخت وطنه، اما از باز کیفیتی خیلی بالاتر از ایران. یک چیزی که من اینجا مشاهده کردم بیننده های عزیز هم اینجا هست که گفته دارای 2 سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش. 5 سال ضمانت، یعنی جنسی که در اینجا ساخته میشه چون کیفیتی الحمدلله بونها مشخص هست، ضمانت هم حتی داره. چه ضمانت هایی میتونه داشته باشه اینها؟ خب ضمانت به خاطر که اون وسایلت به داخل استفاده شده اونا رو هر وقت که شما فاکتور از شرکت میگیرین از دکاندار میگیرین، اگر مشکل ایجاد شه به داخل از اون پس دوباره مسترد میکنه او یا نو میده یا جور میکنه شما با می ضمانت. بسیار عالی. از نظر کیفیت این تنورها با تنورهایی که قبلا از کشورها می اومد مثلا ایران اینا چگونه است؟ کیفیت بسیار عالی داره یا نه؟ چرا اگرچه ابتدا کیفیت صحیح نمی زدن تنور ما، ولی خوشبختانه آروم 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 به شکل زدم که اگر من میال تانور دارم اینی که اول میشه. خب قیمت ازی 5000 افغانی نسبت به اینی که کاسته. خب از لحاظ کیفیتی داخلی هم سامانی که داخل استفاده شده هم خیلی عالیه، بیرونی هم خیلی عالیه. این میفهمن چیه؟ فقط تنها تفاوتی که بینا داره وسایل اصلی برای استفاده شده. خب خاطر از اینکه اقتصاد کشور ما کمکی پایین تره دیگه، شما در جریان هستید، بعضی ها تقاضا میکنه که جنس پینتر برامون. پس نظر به سلیقه و نظر به وضعیت اقتصادی معیشتی مردم فعلا کار داره میشه. کار خوبی است. وقتی تولیدات در داخل صورت میگیره اون جو که حاکم هست، کسایی که شرکت های صنعتی دارن، فابریکاتی که از میخوان بسازن و این موضوع هست که به اساس نیازمندی و اساس وضعیت اقتصادی مردم میسازن. اما اگر در خارج باشه شاید این موضوع کمتر درک بشه. خب دوستان عزیز یک وقفه خیلی کوتاهی میگیریم، با آقای ایدری هستیم و ان شاء الله تنهای ما نگ بذارید و با شما خواهیم بود.
خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه هستیم با شما و همچنان آقای حیدری عزیز هم در کنار ما هستن. صحبت های بسیار خوبی داشتن در قسمت دیگ های بخار که ساخت وطن بود، تنورهای گازی. اما یک سوالی که همین اکنون به ذهن من رسید، میخوایم از آقای حیدری پرسان بکنم که بحث کیفیت تنورهای گازی رو در چه چیز ما میتونیم مقایسه بکنیم، که اگر تفاوت مثلا میگم در این نان پخته میشه و در اون کیفیت بالا نان پخته میشه، اما تفاوت این چی میتونه باشه؟ لطف کردین شما، تفاوتی از این تنور گازی ها اینه که مجبوریم دست خود به اینا بگیریم، بخاطر که ای که 5000 بیشتر عرض کردم هم ورقی داده باله و هم این کاسگه که نان پخته میکنم کلانتر و دیگه تجهیزاتی هم به داخلی هست، مثلا کیک پز و نان پز و دیگه بعض چیزایی داره. تفاوتی همینه، این ورقی سبکتره، نازکتره، او ورقی دبلتره. مجبوریم رو تک کنیم که مشتری یا کس که خریداره او رو ببینه. دیگه کدام تفاوت نداره، چون همه یک شرکت. خب تفاوت خاصی نداره، فقط در قسمت ورقی که به اونا با کار میره در اون قسمت هست. که بیننده عزیز، وقتی که شما خواسته باشیم یک تنور گازی رو بگیریم، ورق اگر نگاه بکنیم اون چیزی که اصلی هست، ورق دبلتر و بیشتر در اون کار رفته و مواردی هم که آقای حیدری گفتن. اما یک موضوع دیگری که بیننده عزیز در اینجا هست، بحث تولیدات داخلی هست. یعنی در یک فروشگاه اومدین که بیشترین، یعنی فیصدی بیشتره اجناس که در اینجا فروش میره تولید وطن هست. واقعا وقتی آدم با تولید وطن خود روبرو میشه و فروشی که در اونجا انجام میشه، یک حسال بسیار عالی میگیره و جای افتخار هم هست. آقای حیدری، هم در این قسمت اگر صحبت بکنین که اینجا کپسول های گاز هم مشاهده میشه. ما کپسول های گاز همیشه از ایران داشتیم، اما آیا در هرات هم کپسول های گاز ساخته میشه آخه؟ بله کپسول گاز هم ساخته میشه، پیکنیک 5 کیلو هم ساخته میشه، پیکنیک 2 کیلو هم ساخته میشه، بسیار با کیفیت عالی. این هم نکشون مشاهده میکنیم ساخت هرات و ما هم عرضه میکنیم برای مردم. بسیار عالی. از نوع کیفیت گفتین، آیا طی مدتی که بوده، چون بحث گاز یک بحث بسیار مهمی هست، بحث خطراتی که در او هست و این موارد، حالا اون اطمینان خاطری که شما میخواییم برای بیننده ها بدین از قسمت کار در هرات، واقعا همون کاری که در ایران به کار میره و ما خریداری میکردیم در همین کپسول ها به کار میره آخر؟ من یک چیز بر شما یادآوری کنم دوست عزیز ما، که همین کپسول که شما میبینیم دقیقا من از نزدیک دیدم کردم، اون شرکتی که جور میکنه، همون کارگره که به ایران کپسول جور میکرد، همون کارگر آورده برای اینجا کپسول جور میکرد، با اون مسلکی بودنی که در اونجا بوده. خیلی مهمه. مطمئن میدونم برای هموطنان عزیز خود که از لحاظ کیفیتی، یعنی از ایران بالاتر هست ولی کمتر نیه. هر کدام اینا. خب چرا دغدغه دارم که ساخت هرات به اوایل یکم که مشکل میخوردیم، مردم عزیزمون میگفتن که ساخت هرات از لحاظ کیفیتی پایینه. نه، خوشبختانه که از لحاظ کیفیتی خیلی بالا. بسیار عالی. یک گام مثبت دیگه بود که واقعا در قسمت ساخت کپسول ها بود و ای که شاید از نظر قیمت هم تفاوت داشته باشه. آقای حیدری، از ای که یک کپسول از ایران وارد کشور بشه تا ای که اینجا ساخته بشه، آیا تفاوت قیمت هم وجود داره یا نه؟ 100% داره. بله، تفاوت بسیار زیاده. مثلا یک کپسول که ما اینجا به 1100 افغانی میفروشیم، وقتی که از ایران میآوردیم 1500 افغانی. خیلی مهمه، هم از نظر کیفیت بالا هست و ساخت وطن باشه و همین که تفاوت قیمت پایینتری میتونیم ما اون رو به دست بیاریم و این مهمه که انشاءالله رونق بیشتری پیدا بکنه. و همچنین موضوعی که آقای در اشاره کردن که بحث کیفیت برمیگرده به اون مسلکی بودن افرادی که در اونجا کار میکنن و همچنین دوستایی که در ایران کار میکردن با همون ورکشاپ هایی که در اونجا دیده بودن، اینجا هم مصروف همین کپسول سازی هستن و این موضوع بسیار مهمه هست. خب آقای ایدری، گفتین در قسمت پیکنیک ها هم که ساخته میشه، پیکنیک ها هم در همینجا ساخته میشه و اونها هم کیفیت بسیار خوب دارن؟ دقیقاً در یک شرکت، یعنی کپسول که ساخته میشه، پیکنیک هم در اون شرکت ساخته میشه. همون نفره که آوردن، البته به مدت بسیار کوتاهی بود دیگه. خود شما خلاقیت افغانی ها رو میبینیم که اگر 10 روز 20 روز یک ماه همون آدم اومد کار کرد، تمام چیز از پیش گرفتن. یعنی فعلا شکر خدا افغانی ها کار میکنن و بسیار با کیفیت بالا. دقیقا با اون شرکت پیکنیک 2.5 کیلو هم ساخته میشه، 5 کیلو هم ساخته با همون کیفیت هست. و این هم میتونه نیازمندی مردم مرفوع بسازی یا نه؟ دقیقا، خیلی هم تاثیر گذاره دیگه. بسیار عالی. چون از لحاظ قیمت هم خوبه، از لحاظ کیفیت هم خوبه. بسیار عالی، بسیار عالی. همون بحثی که گفتند آقای حیدری که افراد مسلکی در اونجا هستن و خلاقیتی که خود افغانستانی های عزیز دارن، این خیلی مهمه که کار رو همیشه فرا میگیرن و میام برای مردم خود کار میکنن. یک موضوع دیگه، یعنی قبلا گفتین که اجاق گازهای هم ساخت وطن داریم ما. در اینجا اگر دوستان مشاهده بکنن، اجاق گازهای هم هست که با رنگ بندی مختلف و همچنین فکر کنم در اون قسمت هم ما داریم ساخت وطن هست. رنگ بندی مختلف، سایزهای مختلف، از لحاظ کیفیتیه که
فقط تنها تفاوت هست بعض آسرها اینا چودن میزنه، بعض اینا آهن دیگه تفاوت نداره. اونم از لحاظ قیمت بله بله، چون چودن کسه کیفیتی بالاتر قیمت بیشتره، آهن کم کمتره دیگه، همه یک شرکته و کیفیت هم عالیه. یعنی هموطن ما اگه خواسته باشه کیفیت بالا با چودن خریداری بکنه و اگه وضعیت اقتصادی خوب نبود میتونه که از او که روکش آهن باشه. و همچنین در اونجا اجاق‌گازهای دیگری هم هست که وقتی مشاهده میکنید با 5 سال ضمانت و یک ساخت بسیار خوب، رنگ‌آمیزی بسیار خوب، فکر کنم که این هم در داخل هرات ساخته میشه. دقیقاً اینا هم در هرات ساخته میشه و اینا سایزهای مختلف داره. اینا 5 شوله هست، 6 شوله هست، 3 شوله هست. دیگه از لحاظ کیفیتی فضل خداوند خوبه. تا حالا که ما فروختیم هیچ کس ناراضی نبود. ان شاءالله که همین رضایت ادامه پیدا بکنه و بتونیم ما به طرف خود کفایی بریم. دوستای عزیز، صحبت های آقای حیدری بود. وقتی با جوانان صحبت میکنین که با انمی اندیشه باز، با امیدواری بسیار بالا، مصروفیت دارن و همچنین داری که اشاره هم کردن که حتی بیشتر مواد خام را با همو پشتکاری که دارن آماده میکنن برای شرکت هایی که حالا دیگه بخار میزنن. این کارها و این جوانان ان شاءالله میتونن که افغانستان خوب و خوش داشته باشیم اگر زمینه مساعد بشه. و حتما ان شاءالله که بحث امنیت بحث بسیار مهمی هست، وضعیت اقتصادی هم مهم بتونیم بهتر بکنیم ان شاءالله. آقای حیدری، سپاس از شما، خیلی لطف کردید که وقت خود در خدمت ما و بیننده های عزیز گذاشتی و همچنین راهنمایی بسیار خوب در قسمت استفاده از دیگ های بخار که یک موضوع بسیار مهمی هست برای ایمن بودن خانواده ها که توصیه بسیار خوبی داشتید. میخوایم پیام شما رو داشته باشیم برای همه جوانان عزیز و چه کسایی که خارج از کشور رفتن، اونها هم بگین که برگردیم و افغانستان عزیز بساز. ما اول سپاسگزاری میکنم از شما، بسیار سلامت باشین، زحمت کشیدین که اومدین اینجا همین تولیدات وطن ما رو تصویر کشتیم تا هموطنان ما آگاه بشن که همچون چیزایی در هرات یا در افغانستان ساخته میشه. سلامت، بسیار سپاسگزار. واقعاً برای جوانای عزیز اینه که لطف کنین اینجای وطن تنها نگذارین، دوباره برگردین که هم شما دست به دست هم بدین تا بتونیم یک افغانستان آباد و سربلند سفرام داشته باشیم ان شاء الله. تشکر می کنم از شما، سلامت باشین، ممنون شما، زنده باشین. خب بیننده های عزیز، صحبت های آقای حیدری بود و همچنین پیام بسیار خوبی داشتن که بیایم و افغانستان عزیز بسازیم. یقینا باور دارم برای جوانان مبتکر و خلاق افغانستانی که مثل آقای حیدری تلاش میکنن که در کشور بمانند و رونقی رو بدن به وضعیت اقتصادی افغانستان عزیز. این بود برنامه چهار بازار که تقدیم نگاه های مهربانان شما خوبان و مهربانان شد. امیدوار هستم که مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر که باز هم حضور به هم برسانیم و برسیم خدمت شما، همین شما را به خداوند مهربان میسپاریم. حرف اخیر ما، عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.